پرویز قلیچخانی با 66 بازی ملی و 14 گل زده تا پیش از انقلاب 57 دومین بازیکن از نظر تعداد حضور در تیم ملی ایران محسوب می شد. برخی از کارشناسان او را بهترین بازیکن تاریخ فوتبال ایران می دونند. قلیچخانی در 17 سالگی فوتبال حرفه‌ای را شروع کرد و 2 سال بعد به تیم ملی دعوت شد. مهمترین بازی و گل سرنوشت ساز قلیچخانی در فینال جام ملت‌های آسیا در سال 1347 مقابل اسرائیل ثبت شده است. ایران با این گل به نخستین قهرمانی خود در تاریخ جام ملت‌های آسیا رسید. قلیچخانی یکی از سیاسی‌ترین ورزشکاران تاریخ ایران است. او پیش از انقلاب بارها توسط ساواک بازجویی شد و پس از انقلاب به فعالیت‌های سیاسی‌اش در فرانسه ادامه داد. همایون بهزادی به دلیل ضربات سر غیر قابل مهار خود در فوتبال ایران به سرطلایی مشهور است. بهزادی فوتبال حرفه‌ای را از سال 1337 در 17 سالگی در تیم شاهین آغاز کرد. یک سال بعد به تیم پیکان رفت و از سال 1347 تا 1354 در پرسپولیس حضور داشت. او یکی از اسطوره‌های تاریخ باشگاه پرسپولیس و تیم ملی ایران محسوب می‌شود. همایون بهزادی در پست مهاجم 35 گل برای تیم ملی ایران و بیش از 100 گل برای پرسپولیس به ثمر رساند. حسن روشن یکی از گلزن‌ترین مهاجمان تاریخ تیم ملی فوتبال ایران و عضو باشگاه‌های تاج تهران و الاهلی امارات بود. روشن تنها ملی پوش ایران است که در رقابت‌های جام جهانی، جام ملت‌های آسیا، المپیک تابستانی و بازی‌های آسیایی برای تیم ملی فوتبال ایران گلزنی کرده و از این نظر تاکنون رکورددار است. روشن در المپیک 1976 دروازه یان توماژوفسکی، دروازه‌بان مشهور تیم ملی لهستان را باز کرد. هرچند ایران در این بازی با نتیجه 3-2 مغلوب شد، اما گل حسن روشن یکی از زیباترین گل‌های این مسابقات بود. او در جام جهانی 1978 عضو تیم ملی فوتبال ایران بود و توانست در دیدار برابر پرو تنها گل ایران را به ثمر برساند. هرچند که تیم ملی ایران در نهایت با نتیجه 4-1 شکست خورد. ناصر حجازی فوتبال را در 16 سالگی در تیم نادر تهران آغاز کرد و در 20 سالگی به تیم فوتبال تاج استقلال کنونی پیوست. حجازی به دلیل بیش از 12 سال بازی در تیم فوتبال تاج و سالها مربیگری در تیم استقلال از مفاخر و اسطوره‌های این باشگاه به حساب می‌آید. او همراه با تیم ملی فوتبال ایران به قهرمانی جام ملت‌های آسیای 1972، قهرمانی بازی‌های آسیایی 1974، صعود به جام جهانی 1978، صعود به المپیک 1967 مونترال و رسیدن به مرحله 1/4 نهایی و مقام 3 جام ملت‌های 1980 دست یافت. آخرین بازی ملی حجازی در سال 1980 برابر کویت انجام شد و بعد از آن به دلیل قانون عجیبی معروف به قانون 27 ساله‌ها که حضور برخی از بازیکنان و دروازه‌بان‌های بالای 27 سال در تیم ملی را ممنوع می‌کرد، از تیم ملی کنار گذاشته شد. حجازی در 2 خرداد 1390 بر اثر ابتلا به سرطان درگذشت. علی پروین رکورددار بیشترین بازی در تیم ملی فوتبال ایران تا پیش از انقلاب است. پروین نخستین بار در 24 سالگی در سال 1349 به تیم ملی ایران دعوت شد و تا سال 1361 یعنی برای 12 سال در پست وینگر سمت راست و هافبک هجومی در تیم ملی کشور بازی می کرد. او در دهه 80 میلادی همراه با تیم ملی فوتبال ایران 2 بار قهرمان جام ملت‌های آسیا و همچنین قهرمان بازی‌های آسیایی شد. علی پروین همراه با تیم ملی ایران به جام جهانی 1978 آرژانتین صعود کرد و 2 بار صعود به رقابت‌های المپیک تابستانی را هم در کارنامه خود دارد. او بین سال‌های 1368 تا 1372 مربی تیم ملی ایران بود. احمد رضا عابدزاده به بسیاری از افتخارات ممکن در فوتبال ایران رسیده است.
قهرمانی با استقلال در لیگ کشوری، قهرمانی با استقلال در جام باشگاه‌های آسیا، 4 بار قهرمانی با پرسپولیس در لیگ سراسری، رکورد 18 کلینشیت پیاپی، صعود به جام جهانی 1998 فرانسه و قهرمانی بازی‌های آسیایی پکن. عابدزاده همچنین رکورد بی‌نظیر شکست ناپذیری در دربی‌های تهران را دارد. او چه با پیراهن استقلال و چه با پیراهن پرسپولیس در دربی‌ها شکست نخورد. او پدر امیر عابدزاده، دروازه‌بان دوم تیم ملی ایران است. حمید علی دوستی اولین بازیکن ایرانی پس از انقلاب بود که در باشگاه‌های اروپایی بازی کرد. او به عنوان مهاجم تیم ملی ایران حضور در 2 دوره از رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در سال‌های 1980 و 1984 را تجربه کرده است. علی دوستی در 27 بازی ملی 15 گل به ثمر رساند که از نظر آمار فوق‌العاده به نظر می‌رسد. یعنی 1 گل زده در کمتر از 2 بازی. علی دوستی اولین بازیکن ایرانی پس از انقلاب بود که به فوتبال آلمان پیوست و در سال 1986 به مدت 1 سال برای تیم زالرمو آلمان بازی کرد. او پدر ترانه علی دوستی، بازیگر مشهور ایرانی است. علی دایی با 109 گل ملی در بیش از 1 دهه آقای گل تاریخ فوتبال جهان بود، تا اینکه در 2 سپتامبر سال 2021 کریستیانو رونالدو رکورد او را شکست. دایی از پر افتخارترین بازیکنان تاریخ فوتبال ایران است که بخشی از مردم جهان نیز ایران را با نام او می‌شناسند. او در تیم‌های پرسپولیس، بایر مونیخ، آرمینا بیلفلد و هرتا برلین سابقه بازی دارد. علی دایی در 149 بازی ملی موفق شده است 109 بار دروازه حریفان را باز کند. تقریبا هیچ تیمی در قاره آسیا دروازه‌اش در مقابل ضربات دایی بسته نمانده است. دایی یکی از معدود بازیکن‌های تحصیل کرده در فوتبال ایران است که لیسانس مهندسی متالورژی و فوق لیسانس تربیت بدنی دارد. او یکی از موفق‌ترین ورزشکاران ایرانی در فعالیت‌های اقتصادی و همچنین یکی از افراد خیر در ایران است. سیروس قایقران بهترین هافبک میانی تاریخ فوتبال ایران به وفاداری در فوتبال ایران مشهور شده است. او در شهر انزلی به دنیا آمد و همواره در تیم‌های ملوان و استقلال انزلی بازی کرد. او با اینکه پیشنهادهای جدی از تیم‌های استقلال و پرسپولیس داشت، اما حتی زمانی که به کاپتانی تیم ملی فوتبال ایران رسید، حاضر نشد شهر زادگاهش و تیم ملوان را ترک کند. مقام سومی جام ملت‌های آسیا در سال 1988 و قهرمانی بازی‌های آسیایی 1990 پکن از جمله افتخارات سیروس قایقران است. سیروس قایقران در 18 فروردین 1377 در سن 36 سالگی بر اثر تصادف همراه پسرش درگذشت. علی کریمی در فوتبال ایران به جادوگر و در فوتبال آسیا به مارادونای ایران مشهور است. مهمترین ویژگی علی کریمی تکنیک بالا، قدرت دریبلینگ و به خصوص استفاده از تکنیک 1 با 2 پا زدن مقابل بازیکنان روبرویش بود. کریمی سابقه بازی در تیم‌های پرسپولیس، بایر مونیخ آلمان، شالکه آلمان و تراکتور را دارد. او در لیگ ایران 2 بار به مقام قهرمانی و 1 بار به مقام نایب قهرمانی رسیده و 1 بار جام حذفی را برده است. او همچنین قهرمانی بوندسلیگا و جام حذفی آلمان را با بایر مونیخ تجربه کرده و 1 بار به عنوان بهترین بازیکن سال آسیا انتخاب شده است. این روزها کریمی به دلیل کمک به مؤسسه‌های خیریه و انتقاد از فساد و سوء مدیریت در ورزش، یکی از محبوب‌ترین چهره‌های مردمی در ایران است. مهدی مهدوی کیا به خاطر سرعت بالا و شوت‌های ناگهانیش در ایران و آلمان موشک ایرانی لقب گرفت. مهدوی کیا در سال 1372 زمانی که 16 ساله بود برای نخستین بار با پیراهن پرسپولیس در سطح اول فوتبال ایران بازی کرد. اولین بار در 19 سالگی به تیم ملی ایران دعوت شد و در سن 21 سالگی مقابل آمریکا در جام جهانی 1998 فرانسه گل دوم و پیروزی ایران را به ثمر رساند.
مهتوی کیا پس از آن به باشگاه بوخوم آلمان و سپس هامبورگ رفت. او بیش از 8 سال در تیم هامبورگ حضور داشت و یکی از محبوب ترین بازیکنان فوتبال این شهر شد.